عرض درود و وقت بخیر خدمت شما بینندگان عزیز برنامه الف و یا، برنامه‌ای که به نام خداوند ما عیسی مسیح هستش، همونطور که او خودش رو در کتاب مقدس در کتاب مکاشفه باب 1 آیه 8 اینطور معرفی میکنه: خداوند خدا میگوید منم الف و منم یا، منم آن که هست و بود و میآید، آن قادر مطلق. عزیزان خیلی خوشبختیم که امشب میتونیم با یک مهمان دیگر در خدمت شما باشیم، در حالی که در هفته چهارم ادونت هستیم، به روز کریسمس میلاد مسیح نزدیک میشیم و امشب آرش عزیز برادر خوبم رو در این برنامه داریم. آرش جان خیلی خوش آمدی به برنامه ما، خیلی عالی میشه اگر خودت رو کوتاه معرفی بکنه برای عزیزانی که اولین بار با تو آشنا میشن. شکر، مرسی، ممنونم، تشکر میکنم از شما سینای عزیز و برنامه خوب شما، و همینطور سلام میگم به بینندگان عزیز و محترم برنامه الف و یا. واقعا باعث افتخار من هستش که میتونم امشب در حضور شما عزیزان و برادر خوبم سینا باشم. من رو معرفی کردم، من آرش هستم و در خدمت شما هستم. ممنونم آرش جان، خیلی عالی میشه اگر کوتاه برای ما توضیح بدی که چند وقته که به عیسی ایمان آوردی، قلبت رو به او دادی و چه خدمت‌هایی رو انجام میدی. کوتاه خودت رو معرفی بکن. با کمال میل، مرسی. بله، من تقریبا بیشتر از 8 سال هستش که در سال 2013 بود که من در یک کنفرانس مسیحی خداوند با من ملاقات کرد و اونجا از اون کنفرانس بود که قلب و زندگی من عوض شد و تبدیل شد و واقعا زندگی من رو عیسی مسیح خداوند در دستان خودش گرفت و از همون موقع زندگی من، این سفر من با عیسی شروع شد تا به امروز. و خدا فیض بخشید و این افتخار رو دارم که حدوداً 8 سال هستش که در کلیسای آلفا اومگا باشم و در جاهایی که خداوند اجازه داد در واقع اعتماد شبانان بتونم خدمت‌هایی رو انجام بدم و خوشحالم که امروز و امشب هم در خدمت شما و برنامه شما هستم. عزیز هستی، بر من باعث افتخار هستش. مرسی. خب آرش، همونطور که گفتیم در چهارمین هفته از ادونت هستی. بله. این دوران رو تو چطور طی می‌کنی؟ چطور خودت رو داری آماده می‌کنی برای کریسمس، برای میلاد مسیح؟ بله، چهارمین هفته ادونت. ادونت بر من خیلی هفته‌های جالبی هست، مخصوصاً این شمع‌هایی که داریم. من هر سال هم تو خونه خودم شمع‌ها رو آماده می‌کنم و واقعاً یک یادآوری هستش برای من هر سال. وقتی که از همون هفته اول، شمع اول، هفته دوم، واقعا همونطور که میدونیم این ایام ادونت در تقویم کلیسایی به ایام ورود هم معروف هست و ورود خداوند ما عیسی مسیح به این دنیا و روزی که او دوباره باز میگرده و دوباره وارد خواهد شد به این جهان خودش، و هر هفته که این شمع ها رو روشن میکنیم برای ما در واقع به نوعی انگار ما داریم آماده میشیم برای این ورود دوباره او. و برای من خیلی زیباست هر هفته واقعا با یک هیجانی یک شنبه ها من خودم تو خونه دعا میکنم، پرستش میکنم و واقعا اولین دعای من این هستش که واقعا عیسی مسیح خداوند برگرده، بازگرده و دیدن او رو شاهد باشیم، و اینکه دعا میکنم که خداوند من رو آماده کنه. واقعا برای من هفته های زیبایی هستش، اینکه واقعا خیلی ملموس میتونم اینکه بازگشت او و آماده کردن خودم برای بازگشت او رو در واقع به یاد بیارم، و برای من خیلی عزیز و مبارک هستش این هفته ها. خیلی عالیه، چقدر توضیحات عالی و چه دید زیبایی نسبت به این هفته های ادونت داشتی و برای من هم واقعا پر از برکت بود. آرش جان، یک سوالی از تو دارم و این هستش که چند روز دیگه کریسمس هستش. بله. و میخوام بدونم که کریسمس برای تو چه مفهومی داره، ولی قبل از اون ما این سوال رو از عزیزانی پرسیدیم و میخوایم بریم با هم دیگه کوتاه جواب این عزیزان رو از این سوال در مورد این سوال بشنویم و بعد برمیگردیم از تو. میشه حتما. مرسی. کریسمس از نظر من این که منو به یاد این میندازه که خداوند ما به روی زمین اومد به خاطر گناهای ما و جسم انسان پوشید و ما اونو جشن میگیریم و یاد عیدی و کادو و درخت کریسمس و اینا، و حس خیلی قشنگی برای من داره. Weihnachten bedeutet für mich zusammenkommen, seine Familie treffen, eine besinnliche Zeit zusammen genießen und runterzukommen, sich gegenseitig Freude zu machen.
Ja, für mich bedeutet Weihnachten eine schöne, besinnliche Zeit im Kreise der Familie, zur Ruhe kommen und einfach das Beisammensein genießen. Hallo, für mich ist Weihnachten Besinnlichkeit, Gemütlichkeit, Zeit mit der Familie zu verbringen. کریسمس منو اول یاد میلاد مسیح میندازه، جدا از میلاد مسیح منو یاد وایناخس مارکو میندازه، کلی خوراکی های خوشمزه، پیاده روی توی اون محوطه، سوسیس تورینگا، ماهی کریسمس که قرار خورده بشه و تعطیلاتی که هست و خب خیلی خوش میگذره، دور هم جمع شدنمون و هدیه دادن، مهمتر از همه کادوهایی که به هم میدیم و کادوهایی که قرار بگیرم و کریسمس رو من خیلی دوست دارم. خب چقدر عالی. آرشان شنیدیم که چقدر افراد دیدهای متفاوتی نسبت به کریسمس دارن و میخوام ببینم که دید تو چقدر با جوابهای دیگه متفاوت هست و تو چه جوابی به این سوال میدی؟ بله، خدا رو شکر برای همه عزیزانی که واقعا نظرات خودشون رو گفتن، چقدر جالب و شنیدنی هم بود. کریسمس، من اتفاقا امسال خیلی بیشتر به این موضوع فکر میکردم که کریسمس واقعا چه معنی داره و چه اتفاقی افتاد در کریسمس. واقعا خیلی شاید با زبان ساده نشه توضیح داد، اما واقعا وقتی به خودم نگاه میکردم و همه انسان‌ها یا در تمام ادیانی که در دنیا وجود داره، در دین و مذهب گذشته‌ای که ما بهش باور داشتیم، اسلام و خیلی از مذاهب دیگه‌ای که هست در شرق، مثل بودا، مثل هندو، مثل پیروان کنفسیوس و یا خیلی مذاهب دیگه ای که از حتی شریعت خود یهود، همه افراد باید کارهایی رو انجام بدن، باید قوانینی رو رعایت کنن، باید شریعتی رو به جا بیارن، باید تلاشی رو بکنن برای اینکه خوب باشن و یا در حضور خدا پذیرفته باشن. ما خودمون این رو در مذهب گذشته خودمون تجربه می کردیم، ما باید آدابی رو به جا می آوردیم، حالا نمازها، روزه ها، تا اینکه بتونیم به خدا برسیم و اون هم به قول معروف شاید بود. نه، هیچ موقع ما نمیتونستیم مطمئن باشیم که آیا ما میرسیم یا نه، و اگر خدا بخواد، یا میگفتیم انشالله اگر همه چیز ما، طاعت و عبادت ما مورد قبول خدا واقع بشه، ما بتونیم به خدا برسیم. و واقعا همه انسان‌ها من فکر میکنم این آرزو رو در دل خودشون، در قلب خودشون داشتند و دارند که بخوان به خدا برسن، به خالق خودشون برسن. و خب خیلی از ادیان یا به هر حال این تصور در فکرها و ذهنها هست و این حقیقت هستش، نه فقط تصور، که یک دنیای دیگه وجود داره، یک آسمانی وجود داره، یک بهشتی وجود داره، حالا هر چیزی که ما اسمشو میذاریم، که ما بخوایم به اونجا برسیم که خدا اونجا هست. و همه تلاش میکردن که این به اونجا برسن و هنوز هم ما میبینیم، ما واقعا افرادی رو میبینیم در مذاهب گوناگون که واقعا قلب خیلی مشتاقی دارن برای خدا. نه، من واقعا عزیزانی رو میشناسم در دین اسلام که چقدر قلب مشتاق، چقدر عاشق خدا هستن و واقعا تمام اون شریعت و اون قوانین اسلام رو به جا میارن به خاطر اینکه جلب رضایت خدا رو بکنن. اما کریسمس برای من یک نقطه متقابل تمام این تلاش ها و نگه داشتن احکام و قوانینی بود. کریسمس روزی بود که خدا قدم برداشت، یا شاید اگر بخوام بگم تلاش کرد که به انسان برسه. در تمامی ادیان و مذاهب انسان تلاش میکنه که به خدا برسه، اما کریسمس روزی بود که خدا آمد تا به انسان برسه. کریسمس برای من انگار روزی هستش که تا پیش از تولد عیسی مسیح آسمان و زمین از هم جدا بود. ما وقتی که به کلام خدا در عهد عتیق هم نگاه میکنیم، خب خدا خیلی جاها صحبت میکنه، پیام خودش رو میده از طریق انبیا و حضور خودش رو حتی به نوعی آشکار میکنه، اما این حضور همیشه به نوعی جدا از زمین و انسانها بود. اما در کریسمس برای من به نوعی از انگار اون نقطه‌ای بود، اون زمانی بود که آسمان و زمین گره میخوره، اون انتظاری که سالها، قرنها، هزاران سال آدم داشت تا به خدا برسه، روزی شد که خدا به آدم رسید. خدایی که سالها در جستجوی آدم بود. ما خیلی زیباست بر من واقعا عمق محبت خدا رو سینا من در کتاب پیدایش میبینم.
در همون بابهای ابتدایی کتاب پیدایش، نه زمانی که آدم و حوا هنوز گناه نکرده بودند، نه زمانی که اونها هنوز با خدا مشارکت داشتند، نه زمانی که اونها هنوز از خدا اطاعت میکردند، بلکه اوج محبت خدا رو من در جایی میبینم که آدم و حوا گناه کردند و خودشون فهمیدن که عریان هستند، شرمگین شدن و خودشون رو مخفی کردند و خدا به دنبال اونها رفت و خدایی که به دنبال آدم رفت و گفت آدم کجایی؟ آدم کجایی؟ و برای من کریسمس به نوعی همون صداست. آدم کجایی؟ خدا انگار سالها، قرنها صدا کرد از آسمان، اما یک جایی انگار دلش بیتاب شد و خواست خودش به روی زمین بیاد تا گمشده خودش رو پیدا کنه. عیسی مسیح خداوند خودش میگه که من آمدم تا گمشده رو بجویم و نجات ببخشم. و کریسمس اون روز بود و واقعا اتفاق بزرگی که در اون روز افتاد که با ارزش ترین اتفاق است که اگر من بخوام واقعا مفهوم کریسمس رو در یک جمله سه کلمه ای بگم، این هستش که خدا انسان شد. در کریسمس خدا انسان شد. واو، چقدر عالی واقعا. انگار اولین باره که دارم میشنوم. انقدر من واقعا پر از برکت بود و نور بود. خدا رو شکر واقعا. آرش جان، گفتی خدا انسان شد. چرا مردم دنیا نمیخوان بپذیرن که خدا انسان شد؟ خب این یک واقعه عادی و طبیعی نیست. از نظر من در کلام خدا دو واقعه و اتفاق هست که هیچ توضیح و توجیه منطقی در موردش وجود نداره و حتی ما با علمی که داریم، با دانشی که داریم، با فلسفه و منطقی که داریم میتونیم اون رو رد کنیم. یکی کریسمس هست، روزی که میگیم خدا انسان شد، و به نظر من اتفاق دیگه‌ای که هست صعود عیسی مسیح هست، روزی که یک انسان، هرچند که با بدنی جلال یافته، اما یک انسان به آسمان رفت، که ما در کریسمس هستیم. خدا انسان شد، این رو خیلی راحت میشه با علم طبیعی، با منطق، با فلسفه این موضوع رو رد کرد، چون هیچ منطقی در موردش وجود نداره، هیچ تعریفی در موردش وجود نداره. ما در مورد خدا صحبت میکنیم، خدایی که او خالق کائنات هست، خدایی که خالق تمام عالم هستی هست، که کره زمینی که در این کره زمین که من و شما داریم درش زندگی میکنیم، ما در مقابل تمام این کائناتی که خدا آفریده هیچه. ما میبینیم که چطور دانشمندا هر سال دارن در واقع یک یهو میگن یک کره دیگه ای هست، یک منظومه دیگه ای هست، و ما میبینیم هر چقدر که بیشتر میره به ناچیز بودن و کوچیکتر بودن خودمون بیشتر پی میبریم و ما میدونیم و باور داریم که خالق همه اینها خداست. اون خدایی که یک وجود و هستی داره که فراباشنده است، فراتر از تمام مخلوقات خودش هست و هیچ عقلی، حتی من فکر میکنم، یعنی خود من اینطوری هستم، یک عقل، یک ایماندار هم نمیتونه این رو بپذیره و دریافت کنه، متوجه بشه که خدایی که خالق هست بخواد تبدیل به یک در واقع مخلوق بشه، خدایی که فراتر از هر چیزی هست، فکر و تصور هست، بخواد وارد در واقع جسم انسان بشه و انسان تبدیل به جسم بشه و بخواد روی این زمین زندگی کنه. عین این میمونه که ما بخوایم مثال بزنیم که یک انسان یهو تبدیل به یک مورچه میشه. من الان این رو به هر کسی بگم میخنده، درسته؟ و برای همین خیلی عادیه که اگر خیلی از افراد هم این رو نتونن باور کنن، اما ما باور داریم. اینجا بحث علم نیست، بحث منطق نیست. ما اتفاقا میبینیم بزرگترین نقطه کتاب مقدس که از همون قرن، میتونم به جرئت بگیم قرن دوم میلادی، روش دست گذاشته شد و به ضدش نظریه هایی در واقع ارائه شد، همین انسان بودن عیسی بود، جسم شدن خدا بود. بعد از اینکه شاگردای اولی حالا شهید شدن و یا کشته شدن، چون نمیتونستند، افراد نمیتونستند این موضوع رو بخوان درک کنن و نرمال انسان ها میخوان همه چی رو با عقل خودشون بفهمن. همه ما، من خودم به شخصه دو تا چهار تایی هستم، اما در این قسمت ما با عقلمون، با منطقمون، با فکرمون نمیتونیم بپذیریم، بلکه ما باید ایمان داشته باشیم به خدایی که قادر هست وارد مخلوقات خودش بشه. یوحنا میگه در آغاز کلام بود، کلام با خدا بود و کلام خود خدا بود، و در آیه 14 باب 1 انجیل یوحنا ما میخونیم، میگه و کلام انسان شد و در میان ما مسکن گزید و ما بر جلال او نگریستیم. اون خدا، اون پسر خدا انسان شد و مسکن گزید و چشمانی او رو دیدن. باز هم خیلی زیباتر ما در رساله
اول تیموتائوس باب 3 آیه 16 میخونیم که میگه عیسی یا خدا در جسم ظاهر شد، به واسطه روح تصدیق گردید، فرشتگان او را دیدند، بر قوم‌ها موعظه شد، جهانیان به او ایمان آوردند و با جلال بالا برده شد. خدا در جسم ظاهر شد و به واسطه روح تصدیق گردید. میگه چشم‌ها او را دیدند، جهانیان او را دیدند، موعظه شد. و ما میدونیم که عیسی یک تولد او فقط یک داستان یا یک افسانه یا یک باور نیست، بلکه در کتب تاریخی که حتی شاید افراد ایماندار نباشن این ذکر شده و نوشته شده. و فکر میکنم بزرگترین دلیلی که من به شخصه اگر بخوام بتونم بیارم این هستش که 2000 سال، 2020 سال، 21 سال گذشته و هنوز عیسایی که انسان شد، خدایی که انسان شد داره خودش رو آشکار میکنه و داره در من، در تو و در خیلی از ایماندارا زندگی میکنه. شاید خیلی از ایمانداران دیگه باشن مثل من نتونن با عقل خودشون توضیح بدن که خدا انسان شد، اما بودن او، وجود او رو دارن تجربه میکنن. پس واقعا پیشنهاد من هست به عزیزانی که اگر عیسی مسیح خدا من رو نمیشناسید و نمیتونید هم بپذیرید خدا انسان شد، من کاملا به شما حق میدم با عقل، با منطق، با افکار محدود انسانی من و شما هرگز ما نمیتونیم این واقعیت عظیم رو درک کنیم. خدای ما انقدر خدای عظیمی هست که هرگز در هیچ علم، در هیچ فکر و در هیچ منطقی نمی گنجه. ما میتونیم باور داشته باشیم و بعد از این باور تجربه کنیم زنده بودن او رو و انسان شدن او رو. و امیدوار هستم عزیزانی که هنوز این تجربه رو نداشتن بتونن این تجربه رو داشته باشن. آمین، آمین. خیلی عالی بود واقعا. میتونم بگم در این لحظه و حتی برای من هم مکاشفه تازه بود این که واقعا این خدای ما جلال خودش رو ترک کرد، جسم شد، بدن خاکی به خودش کرد و برای من، به سمت من و تمام ماها او قدم برداشت. آمین. و آمد تا ما رو نجات بده، به ما حیات ببخشه و این یک شادی رو در من واقعا بله. به وجود آورد که خیلی عالی میشه الان بریم با هم دیگه یک سرودی رو بشنویم، یک سرود قدیمی که من فکر کنم این سرود خیلی عالی در مورد کریسمس نوید میده. آمین. پس میریم برمیگردیم. حتما. دنیا آمد، مجده منجی بشر آمد، اینک خدا با ما بود، مجده روح القدس آمد. در شهر داوود مسیحا را، آن خدا بنده که دیدارا، این چگونه تولد شده مجده عیسی به دنیا آمد، مجده منجی بشر آمد، اینک خدا با ما بود، مجده روح القدس آمد. در شهر داوود مسیحا را، آن خدا بنده کدیارا، این چگونه تولد شده، مونا بس ساخته
در میان ما رضامندی موبت هم در آلوه ایلی. خدا رو شکر چه سرود عالی بود آرش، چقدر توش خبرهای خوش مژده و چه نویدهایی بود. آرش جان، خیلی باور دارن که میلاد مسیح یک واقعه تاریخیه، اما امروز این چه معنی داره؟ آمین. بله، واقعا سرودی هم که اشاره کردین یک سرود، یکی از سرودهای مورد علاقه من هست که بعضی وقتا فقط این سرود توی روزهای کریسمس خونده میشه، اما واقعا من حتی هر روز هم دوست دارم این سرود رو گوش بدم، مخصوصا قسمت آخرش که میگه خدا را بر سما، بر سما، بر زمین سلامتی باد و بیش از این. این سرودی بود که فرشتگان خواندند در شب تولد عیسی مسیح و معجزه‌ای بود که به شبانان دادند در انجیل لوقا باب 2 ما این رو می‌بینیم، این سرود رو. بله، و در مورد اینکه خیلی ها مخصوصا در کشوری که ما زندگی می‌کنیم در اروپا، خیلی ها واقعا فقط از کریسمس یا این شب میلاد عیسی مسیح براشون یک مراسم سنتی هست، یک مراسمی هستش که اتفاق افتاده و حالا سالیان سال شاید پدر بزرگ‌ها، مادر بزرگ‌های اونها، پدرها و مادرهای اونها جشن می‌گرفتن و فقط صرف این میشه که حالا چون بیشترم نزدیک به آخر سال هست، تلفیق میشه با اون جشن آخر سال و فقط اینکه یک کادویی برای هم دیگه بگیرن و رد میشن. و شاید اگر هم به خیلی ها بگیم که خب تولد عیسی مسیحه و بگن که واقعا خب حالا یه چیزی بوده که 2000 سال پیش اتفاق افتاده و اوکی ما هم این رو میتونیم در واقع جشن بگیریم، و حتی شاید میتونه در ایمانداران هم این باشه که واقعا اهمیت این اتفاق رو صرفا در اون جنبه تاریخی بودن خودش میبینند. اما واقعا برای امروز که همون سوالی که کردی، بیایم با هم به کلام خدا بریم و ببینیم که برای امروز اتفاقا چه چیزی بر من میخوام. این یک قسمتی از کوتاه از داستان در واقع تولد مسیح رو و اون حواشی اطرافش رو و این خبر خوش که داده شد رو برای شما از انجیل لوقا باب 2 آیات 8 تا 14 بخونم. لوقا اینطور مینویسه در آیه 8 باب 2: در آن نواحی شبانانی بودند که در صحرا به سر می بردن و شب هنگام از گله خود پاسداری می کردن. ناگاه فرشته خداوند بر آنان ظاهر شد و نور جلال خداوند بر گردشان تابید. شبانان سخت وحشت کردند، اما فرشته به آنان گفت: ما ترسید، زیرا بشارتی برایتان دارم، خبری بس شادی بخش که برای تمامی قوم است. امروز در شهر داوود نجات دهنده‌ای برای شما به دنیا آمد، او خداوند مسیح است. نشانه برای شما این است که نوزادی را در قنداقی پیچیده و در آخری خابیده خواهید یافت. ناگاه گروهی عظیم از لشکریان آسمان ظاهر شدند که همراه آن فرشته در ستایش خدا می گفتند: جلال بر خدا در عرش برین و صلح و سلامت بر مردمانی که در زمین مورد لطف اویند. آیه 11 وقتی که فرشته میگه خبری بس شادی بخش دارم، میگه امروز در شهر داوود نجات دهنده‌ای برای شما به وجود آمد، به دنیا آمده. برای ما انسان‌ها زمان به سه قسمت تقسیم میشه: ما گذشته داریم، حال داریم و آینده داریم، و در واقع قسمتی از فکر و ذهن ما همش به دنبال این که در گذشته ما چه اتفاقاتی افتاده، حالا امروز ما و آینده ما. اما خیلی جالبه که بدونیم برای خدا فقط یک زمان وجود داره و اون یک زمان برای خدا امروز هست. خدا دیروز و فردا نداره. ما این رو در کجا میبینیم؟ آیه خیلی زیبایی هست در رساله عبرانیان. من میخوام این رو کوتاه بخونم به خاطر اینکه از کلام خدا این سندیت رو داشته باشیم. در باب 3 رساله عبرانیان آیه 12 تا 15 رو براتون میخونم. نوشته شده: ای برادران، هوشیار باشید که از شما کسی دل شرور و بی ایمان نداشته باشد که از خدای زنده روی گردان شود. و آیه 13 خیلی نکته زیبایی توشه، میگه بلکه هر روز تا آن زمان، تا آن زمان یعنی تا روزی که خداوند برگرده، که هنوز امروز خوانده میشود. میگه هر روز تا آن زمانی که خداوند برگرده همچنان امروز خوانده میشه. یک دیگر را پند دهید تا کسی از شما در اثر فریب گناه سخت دل نشود. از آن رو که در مسیح شریک شده ایم، تنها به شرطی که اطمینان آغازین خود را تا به آخر استوار نگه داریم، چنان که همکنون گفته شد: امروز اگر صدای او را میشنوید دل خود را سخت مسازید، چنان که در ایام تمرد کردیم. این آیه ها تا
داره به ما میگه که امروز برای خدا همیشه امروز هست. ما انسان‌ها معمولاً خیلی در گذشته غرق هستیم. اتفاقاتی که برای ما افتاده یا اون گذشته‌ای که داشتیم چقدر خوب بود، خیلی موقع ما انقدر مشغول خاطرات گذشته هستیم، یا بعضاً من افرادی رو میبینم که در حسرت روزهای گذشته هستن، حسرت تجربیات گذشته. در ایران بودیم یا نمیدونم در جای مختلف بودیم، چه کارهایی رو میکردیم، چه چیزهایی بود، و همش در حسرت چیزهایی هستیم که از دست دادیم، و یا در انتظار آینده‌ای هستیم که هنوز نیامده و نمیدونیم چی میشه. و این چه چیزی رو باعث میشه؟ ما وقتی همش در حسرت گذشته هستیم و یا در انتظار آینده، ما امروز رو از دست میدیم. هر روزی که کلام خدا میگه امروز خوانده میشه رو ما از دست میدیم. برای همین هستش که عیسی مسیح خداوند بارها در کلام خودش تمرکز ما رو روی امروز میذاره. در دعای ربانی ما این رو میبینیم که اکثر ایمانداران، من فکر میکنم این دعا رو حفظ هستن، موقعی که شاگردان به نزد عیسی میرن و میگن ای استاد دعا کردن رو به ما بیاموز، او وقتی دعا رو شروع میکنه و به اونها میگه که این گونه دعا کنید، در وسط دعا میگه نان کفاف امروز من رو به ما بده. عیسی میگه برای امروز دعا کنید. خیلی موقع ها خود من به شخص چقدر برای نان کفاف فردای خودم دعا کردم، چقدر برای ماه بعد خودم دعا کردم، سال بعد خودم، در صورتی که عیسی میخواد تمرکز ما رو امروز روی او داشته باشیم، تمرکز ما امروز با او باشه. در انجیل متی باب 6 ما باز میخونیم که عیسی خداوند میگه نگرانی امروز برای امروز کافیه. چرا نگران فردا هستید؟ فردا نگرانی های خودش رو داره، امروز. و اینجام خیلی زیباست که فرشته ها میگن این خبری بس شادی بخش، امروز در شهر داوود نجات دهنده‌ای متولد شده، از آن زمان که هر روز امروز خوانده میشه. پس میلاد عیسی مسیح عزیزان یک واقعه تاریخی نیست. بله 2021 سال، 22 سال یا هر چقدر که پیش بوده اتفاق افتاده، اما برای خدا امروز میتونه یک اتفاق دیگه ای رو رقم بزنه برای زندگی شخص تو. من نمیدونم امروز برادر و خواهر عزیز، دوست عزیزی که داری این برنامه رو نگاه میکنی و هنوز قلب خودت رو به عیسی نسپردی، شاید در شک هستی، در دودلی هستی، شاید در سوال هستی، شاید کسی هستی که حتی رد میکنی هر چیزی که ما میگیم، اما میخوام به تو این خبر بس شادی بخش رو بدم. نه یک خبر مهم، خیلی برای من زیباست. فرشتگان نگفتن من یک خبر مهم برای شما داریم یا یک خبر خیلی عالی داریم، میگه خبری بس شادی بخش برای شما داریم. امروز من هم برای شما خبر بس شادی بخش دارم، و اون هم این هستش که امروز نجات دهنده‌ای برای شما متولد شده. من نمیدونم در کدام قسمت زندگی خودتون نیاز به نجات دارید. آیا شخصی هستی که هنوز در زیر بار محکومیت گناهان خودت به سر میبری و هیچ آداب و اعمال مذهب و شریعت نتونسته تو رو نجات بده؟ خبر بس شادی بخش برای تو این هستش که امروز نجات دهنده برای تو متولد شده. شاید تو شخصی هستی که در افسردگی به سر میبری، افسردگی از حسرت‌های دیروز و انتظار برای آینده‌ای که نمیاد. شاید هنوز ذهن تو پر از هزار سوال و چرا و اگر اما در گذشته هست، به دنبال خدا در گذشته خودت میگردی و یا در انتظار آینده هستی، اما میخوام به تو بگم که خدا امروز میخواد تو رو نجات بده از این شرایط. اگر در ناامیدی به سر میبری، اگر در درد هستی، اگر در افسردگی هستی، اگر در نگرانی هستی، اگر در زیر بارهای متفاوت فشارهای روانی هستی، امروز برای تو نجات دهنده متولد شده. و خیلی ساده است. و چقدر زیبا بود در رساله عبرانیان باب 4 باب 3 آیه 15 که اشاره از مزمور 95 هست که میگه امروز اگر صدای خدا رو میشنوی دل خودت رو سخت نساز. دوست عزیزی که داری این برنامه رو نگاه میکنی، اگر امروز صدای خدا رو شنیدی دل خودت رو سخت نساز. شاید سوال کنی که من چی کار باید بکنم، شاید من چطور میتونم این نجات دهنده رو دریافت کنم، شاید با خودت میپرسی خدا چطور میتونه من رو نجات بده. خیلی ساده است. بیا با هم دعا کنیم. در هر
وضعیتی که هستی، در هر شرایطی که هستی، اول از همه میخوام به تو بگم خدا تو رو میبینه. کریسمس روزی بود که خدا نیاز، درد و احتیاج مردم این زمین رو دید و برای همین او جسم شد و به روی این زمین اومد. پس تو و نیاز تو رو و درد تو رو میبینه. کافیه فقط با ایمان قلب خودت رو باز کنی و بگی ای نجات دهنده وارد قلب من شو، ای نجات دهنده وارد زندگی من شو، ای نجات دهنده عزیز بیا و من رو از این افسردگی که هستم بیرون بیار، بیا و من رو از این شرایط سخت خانوادگی، از این شرایط سخت احساسی بیرون بیار، بیا و من رو نجات بده. خبری بس شادی بخش برای تو دارم که امروز نجات دهنده قادره زندگی تو رو عوض کنه و دعای من این هست که امسال تک تک شما عزیزان کریسمس متفاوتی رو تجربه کنید و جشن بگیرید. دو سه روز آینده جشن کریسمس هست و دعای من این هستش که با این لذت نجاتی که تو امروز به دست آوردی بتونی حقیقتاً این عمق شادی بخش این خبر رو در قلب و وجودت احساس کنی، تجربه کنی و زندگی خودت رو از امسال کریسمس یک جور دیگه با عیسی مسیح خداوند به پیش ببری. این دعا و آرزوی من برای تک تک شما عزیزان هست. آمین و آمین به این دعای پر از برکت. واقعا آرش عزیز، هفته پیش ما مهمانی داشتیم، برادر نور، بله، که در مورد نور عیسی صحبت کردن و من میخوام واقعا اینجا بگم که امروز شما و آنچه که شما با ما در میون گذاشتی واقعا نور بود که باور دارم خیلی از قلب‌ها رو روشن خواهد کرد. شکر. آرش عزیز، آیا در انتهای برنامه چیزی داری که بخوای با ما در میون بگذاری با مخاطبین عزیز؟ ممنونم. نه، و من در آخر فقط میتونم بگم که حقیقتاً صلح و سلامتی بر تک تک شما عزیزان باشه و برای همگی ما امسالی کریسمسی باشه پر از نور در تمام قسمت‌های زندگیمون و واقعاً با قوت، با شادی، با سلامتی بتونیم وارد سال جدید بشیم و باشه که به نام عیسی مسیح همگی ما یک سالی متفاوت رو تجربه کنیم. آمین. خیلی زمان مبارکی رو من با تو گذروندم، باور دارم که برای بینندگانم همینطور بود. مرسی که اومدی در برنامه ما. با کمال میل. و برات واقعاً زمان‌های عالی در خدمتات، برکت خدا رو میطلبم. ممنونم. و امیدوارم که همه بینندگان هم برکت گرفته باشن. عزیزان، میریم یک میان برنامه میبینیم و مجددا برمیگردیم، با شما همراه خواهیم بود. محبت کرد خدا آنقدر جهان را، فرستاد او یگانه آن پسر را. مسیح شاه جلال آمد به دنیا، مجسم شد خدا بهر من و ما. به فیض بیکران آمد خداوند، جهان را با پدر او داد پیوند. چو ایمان آورد هر کس به نامش، حیات جاودان گردد به کامش. چو عیسی را خداوندت بخوانی، به ایمان روح قدوسش بیابی. درون قلب تو آید خدایت، رها گردی ز هر بند و اسارت. شکافت نام او هر راه بسته، شفا بخشد دلت را گر شکسته. تو را از کوه‌ها برمی جهاند، به روی شانه هایش می نشاند. کنون میلاد منجی سر رسیده، طلوع صبح ایمان و امیده. به پا خیز و نمایان کن جلالش، بگو از کارهای بیمثالش. بگو او راه و راستی و حیاته، مسیح تنها دری بهر نجاته. بگو او راه و راستی و حیاته، مسیح تنها دری بهر نجاته. Thank you.
خدا رو شکر برای این پیغام عالی که از برادر عزیزم آرش شنیدیم. عزیزان اگر واقعا این کلام با قلب شما صحبت کرد، اگر این نور به قلب شما، به افکار شما تابیده شد و روشن شد و واقعا دلتون میخواد که قلبتون رو به عیسی مسیح بدید یا نیاز به دعا دارید، میتونید با شماره های دعایی ما که زیرنویس میبینید تماس بگیرید. هر روز از دوشنبه تا جمعه از ساعت 6 تا 9 شب به وقت آلمان میتونید تماس بگیرید. خادمین ما هستن که شما رو در دعا هدایت میکنن و برای شما دعا میکنن. همینطور از شما خواهش میکنم که با سابسکرایب کردن ما، کانال ما در یوتیوب، ما رو حمایت بکنید و کامنت بگذارید، انتقاداتتون و پیشنهاداتتون رو به ما بگید که خیلی برای ما میتونه ارزشمند و کمک کننده باشه. در انتها میخوام برای شما واقعا یک کریسمس عالی رو آرزو بکنم. امیدوارم که کریسمسی مبارک رو داشته باشید و سال جدید میلادی رو با برکت و شادی و آرامش خداوند آغاز بکنید. هفته آینده با شما خواهیم بود در یکی ویژه برنامه دیگه و شما رو به دستان امن خداوند میسپارم. خدا نگهدارتون.